به ماه رمضان رسیدیم، همه میگن رمضان کریم، ما دوست داریم بگیم رمضان کریه، چون واقعا یک ماه سیاهیه که مثل محرم از اون ماهایی که اسلامی ها و جمهوری اسلامی و هر جایی که اسلامی ها قدرت دارن تلاش میکنن که اون فرهنگ کثیف اسلامی رو هرچی بیشتر فرصت جدیدی پیدا کنن که به جامعه چادر سیاهشون رو بیشتر بندازن. و خب میدونیم که از نظر بهداشت و سلامتی جامعه یه چیز خیلی مخربیه که افراد، حتی مثلا جوونا، کودکان، حتی بعضی اوقات میبینیم مجبورن بعضی اوقات برای 18 ساعت برای مثال غذا نه آب بخورن، مضره برای کسایی که مثلا میرن مدرسه کار میکنن و نتایج خیلی منفی بهداری و بهداشتی داره روی جامعه. شما فرض کن که توی مدت خیلی زیادی توی گرما، درجه بالای از گرما غذا نخوری و چقدر مضره برای بدن، آب نخوری و بعد توی مدت کوتاهی مقدار خیلی زیادی غذا بخوری، اصلا که کاملا غیر بهداشتی است، تو هیچ نفع طبیعی نداره. بعضی وقت میان میگن که این در دفاع از اینکه بخوایم ببینیم که فقرا کسایی غذا ندارن بخورن، خب چرا باید این کارو بکنین؟ خب وقتی 1 کیلو غذا میخوری بعد از اینکه روزه گرفتی، خب اصلا این خب معنی نداره. چرا لازم داره؟ اگه ناراحت و نگران هستی از اینکه مردم غذا ندارن، خب بر علیه اون سیستمی که نابرابری و فقر به وجود میاره یه کاری بکن. یک پایه اصلیش هم جمهوری اسلامی، یا به کسایی که گرسنه‌ن کمک کن. آره چرا حتما باید این کارو بکنی؟ و این سیستمی که میخواد سیاست خودشو و فرهنگ خودشو حقنه بکنه روی جامعه. بچه‌ها رو من واقعا یکی از نتایج مضرش اینه که بچه‌های کوچولو رو مجبور کنن از کودکی غذا نخورن و واقعا خیلیشون جزی از شکنجه دست جمعی روی یک بخش از جامعه. بچه‌ای که آب نخورده، غذا نخورده، چجوری اصلا باید بره توی مدرسه تمرکز کنه؟ آره. و خب باعث میشه که خیلی فشار بیاد روی کسایی که نمیخوان روزه بگیرن، جدا از کشورهایی که خب قانونیه مجبورن حداقل توی ملأ عام روزه خاری نکنن، تو حتی کشورهای اروپا یه نوع فشارهایی هست که افراد فکر میکنن حتما باید روزه بگیرن. و خب اینو ما میبینیم، مثلا خیلی از دوستان میگن که میرن یه جایی میخوان غذا بخورن، میگن ای مگه تو مسلمان نیستی؟ تو چرا داری غذا میخوری؟ اصلا به تو چیه من دارم غذا میخورم یا نمیخورم؟ و اصلا رسم کردن که مثلا توی بعضی جاها تلاش میکنن بگن که شما هم جلوی مسلمان ها غذا نخورین، برین اونور بخورین، احترام بذارین به کسایی که مسلمان هم نیستن. اینطوری کارو من میخوام بهشون بگم خب شما لطفا احترام بذارین به روزه خاری من، چرا همش از من میخواین که احترام بذارم به روزه شما؟ یعنی اصلا واقعا یه موقعی بود تو ایران که اینطوری نبود، یه سری از خانوادهمون روزه میگرفت، یه سری نمیگرفتن، همم خوشحال بودن، هیچ کم کاری به کسی نداشت. الان همش اجبار و فشاره روی خیلی از خانواده‌ها. این شرایط بد رو برمی‌آورد. خیلی هم آدم‌ها سعی میکنن که پنهان بکنن یا دروغ بگن و بگن که نه ما هم داریم روزه میگیریم، یا حتی بخش جوانایی که تحت این شرایط هستن. و خب یادم میندازه یه موقعی که تو سودان زندگی میکردم توی دهه 80، نشسته بودم داشتم نهار میخوردم با یکی از همکارای مسیحیم، سودانی بود ولی مسیحی بود، بعد داشتیم میشستیم اونجا فول سودانی میخوردیم، کلی حال میکردیم، بعد یهو یکی از این رئیسا اومد تو این سازمان ملل بود اون موقع، بعد من گفتم چیکار کنم؟ جواب فکر میکنه من مسلمونم. خب اون موقعم بی خدا بودم و گفتم نکنه مشکل به وجود بیاد. اومدم لقمه و گفتم بیا جوزف بیا غذا بخور. بعدش که رفت ما خندیدیم، گفتیم که حالا این که بدتره، من دارم به یه مرد نامحرم غذا میدم تا اینکه مثلا داشته می چیزی میخورم. و این شرایط احمقانه ای رو بوشونه. و این ضرر روزخاری برای بچه ها هر روز عیان‌تر میشه. توی آلمان از انجمن‌ها و اتحادیه و سازمان معلم ها اعتراض کردن که گفتن که این بچه ها میان مدرسه و حالت سالمی ندارن و درست نیست که بچه ها رو مجبور بکنن که روزه بگیرن و مخالفت کردن با این. ولی در کنار این کاملا میتونید ببینید روزنامه های مختلف از بی بی سی گرفته تا ایندیپندنت
توی انگلیس من دیدم همین چند روز گذشته که تلاش میکنن که توضیح بدن که اشکال نداره، خوبه، فرهنگ روزخاری اینطوریه، اتیکت روزخاری اینجور، روزه گرفتن اینجوریه و برای کودکان هم اشکال نداره اگه بگیرن. بلوغ 14 سالگی شد، حالا میگن صحبت از 14 سالگی روزنامه ایندیپندنت نوشته بود و واقعا میبینی که یک تلاش سازمان یافته هست که این رو عادی بکنن، روزه گرفتن رو، و به جامعه های اونجایی که اسلامی ها قدرت ندارن و چوب و چماق و اسلحه و تفنگ و زندان و شکنجه ندارن، سعی میکنن با فرهنگ تعامل با اینها سعی میکنن اینو به مردم حقنه بکنن. و همش هم میگن که انتخاب آدم هاست، اصلا هیچ اجباری تو این وجود نداره، ولی خب میدونیم که همش اجباره، هر جا نگاه میکنی بالا پایین این طرف اون طرف همش اجباره. یکی از پنج اصول اسلامه، یعنی اجبار دیگه. دقیقاً. یعنی اجبار. چی دیگه اصلا خود این یعنی اجبار. دقیقاً. آره. بعد حدیث‌های خیلی خنده‌دار هم وجود داره در رابطه همین رمضان. یکی هست که به محمد میگن که بیا بالای کوه، اون راه میره بالای کوه، بعد میبینه که یه صدایی میشنوه. خوبی بوده. کوهنورد خیلی جالبی هم نبوده. بعد میشنوه مثلا آدما دارن جیغ میزنن، داد میزنن، بعد این میگه چیه؟ بعد نگاه میکنه اینا کیان؟ بعد میاد نگاه میکنه میبینه مثلا آدما آویزون شدن و از دهنشون پاره است و خون میاد و اینا، بعد یکی بهش میگه که اینا کسایی هستن که زود روزشون رو تموم کردن، یک لحظه زودتر، یک دقیقه زودتر، یه دقیقه هم ببین چی میشه بهت. خدای کریم، الله کریم، همین میگن خیلی تو رو دوست داره، ولی اگه یک روز داره. یک لحظه اگه روزت رو زودتر بخوری چه بلایی سر میاری. بعد هی هم میگن که این روزه خاری چقدر روزه خوبه برای اینکه آدم انسانیت ببینه و فقر و اینا، ولی خب خود حدیثا میگه، الله میگه که اینو برای من باید انجام بدی، من ازت اینو میخوام، اگر این کارو برای من بکنی بعد من بهت در اون دنیا یه چیز خیلی چیز خوبی بهت میدم. بعد خودش هم خودخواهی هم حدی داره، این واقعا خودخواهی، این الله خیلی خودخواست. بعد میگه که بوی دهن یه کسی که روزه گرفته از بهترین عطرام برای خدا خیلی خوبه، یعنی واقعا آدم میشه دید که الان یه خورده دروغگو هم هست. آره اصلا، ولی این که پیشنهاد من اینه که غذاتون رو بخورین، دندوناتون مسواک بزنین، بهداشت خوب داشته باشین، روزخاری رو فراموش کنیم، و در دفاع هر سال ما این کار رو میکنیم، در دفاع از روزخاران، در همبستگی با کسایی که تحت فشار جنت اسلامی هستن. این مهمه، این مهمه. مثلا تو پاکستان تا 3 ماه زندانی میتونی داشته باشی اگر روزخاری کنی، توی مراکش یک کشوری که همه فکر کنن خیلی مثلا آزاده و غیره، 1 تا 6 ماه زندانی، و خب تو ایران هم ما میدونیم تا 3 ماه زندانی و حتی شلاق. و من پیشنهاد میکنم کسایی که میگن در دین و روز گرفتن اجبار نیست، بفرستیمشون توی عربستان سعودی تو خیابون یه ساندویچ بزنن تو عربستان، ببینن چه بلایی سر میاد. وقت بیا با من ببینم که اجبار هست. میبینم توی خیابون اصلی ملک سعود توی ریاض، یا توی مثلا خیابون مطهری تو تهران، بیا تلاش کن که یه لقمه ساندویچ بخور تو روز، بعد بهت میگم که اجبار هست توی اسلام. خب ببینید، یه واقعیت اینه که روزه گرفتن حق هر کسیه، یه انسان بالغ البته حقشونه، ولی در عین حال روزه خاری هم حق یه سری آدمای دیگه است. و خب همونطوری که شما دوست دارین مثلا بگین رمضانتون مبارک، ما دوست داریم بگیم روزه خاریتون مبارک، و در حمایت و دفاع از کسایی که اذیت و آزار میشن، ما دوست داریم این پروسکو رو با هم نوش جون کنیم و به سلامتی شما و بر علیه ماه سیاه رمضان.